هر دوام پیشروی ارتش اوکراین در خاک روسیه همچنان ادامه داره. روسیه عکس العمل جدی از خودش نشون داده؟ سوال بسیار مهمیه. پاسخش نه هستش واقعیت چه بخواید. تحلیل‌ها داره نشون میده که به طور معمول اون روشی که ولادیمیر پوتین پیش از این هم داشت، دستور از بالا بدون در نظر گرفتن همه شرایط، ظاهرم است که در مورد مسئله کورسک هم داره اتفاق میفته. برخی رسانه‌ها در نقد برخورد روسیه با این موضوع میگن که در جلساتی که وزیر دفاع وضعیت رو روشن کرده و به قولیش جرأت کرده که بگه دست کم 1200 کیلومتر از خاک روسیه توسط اوکراین اشغال شده، فقط دستور این بوده که مسئله باید حل بشه. اما این جزئیات و با چه روشی هنوز روشن نیست. اما موضوع این هستش که این 1200 کیلومتر فقط شامل بیش از 80 شهرک نیست. شهر مهم سوجا که از نظر استراتژیک اهمیت بسیار بالایی داره مورد بازدید خبرنگاران واشنگتن پست و سی ان ان قرار گرفته. اونها گزارش کردن در سوجا علارغم عملیات گسترده‌ای که شده و تخریب گسترده‌ای که در این شهر انجام شده، اما شهروندان عادی مورد حمله نیروهای نظامی اوکراین قرار نگرفتن. نیروهای اوکراین به اونها مواد غذایی و آب رسوندن و پیشروی در این مناطق هنوز ادامه داره و اوکراین در واقع هنوز دست بالا رو در منطقه داره و در عمل این پل ارتباطی، یعنی پل که منفجر شده و همچنین مناطقی که گاز روسیه رو به اروپا میرسونه، تحت نظارت اونهاست. ولادیمیر زلنسکی گفته ممکنه بخواد از این منطقه به عنوان منطقه حایل استفاده کنه تا بتونه گزند رو در غرب اوکراین کاهش بده. اما از طرف دیگه ما میدونیم روسیه تلاش‌های مختلفی رو دوباره برای فشار بر روی اوکراین هم در نزدیکی‌های کیف از طریق حمله با موشک‌های بالستیک انجام داده و همین که پیشروی‌های رو تلاش کرده در نزدیکی‌های مرزهای در واقع شرقی در بعضی از مناطق نزدیک دونباس، دونست و شهرهای مثل خارکیف را انجام بده. اما نکته مهمتر این هستش که موشک‌های بالستیک روسیه توسط ضد هوایی هایی که اونها رو تونستن شکار کنن در واقع کنترل شده و ساقط شده. نشون میده که به هر حال به رغم این که آمریکایی ها مایل نیستن اتفاقی با سلاح اونا در خاک روسیه عمیقا بیفته، اما به نظر میرسه که در عمل اتفاق دیگری داره میفته و این سلاح ها به داد اوکراینی ها رسیده و دست بالا رو براشون داره و همراه میاره. اردوان، مرسی از توضیحات کاملت. همکارم اردوان روزبه از پایتخت ایالات متحده آمریکا واشنگتن دی سی.